سلام و درود بچه ها، من علی اگزو هستم و خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. این دفعه اومدیم با یک اسنایپ دیگه به اسم کوشکا، که میدونم توی ویدیو قبلی که دهکان برتر بود گفتم که بهترین اسنایپ بازی الان از نظر من کوشکاه. بچه ها واقعا خیلی خوشم میاد از این اسنایپ و به جرات میتونم بگم بهتر از لوکاس و دیل شده. باور کنید اینو جدی میگم، به خاطر اینکه وان شاتاش خیلی زیاده و توی لوکاس و دیل کیو من خیلی وان شات نمیتونم بکنم، یعنی خیلی هیت مارک میشه و دمیج میخوره. الانم میخوره با کوشکا ولی نه مثل لوکاس و دیل، برای همین من دیگه حالا به قول معروف کوشکا رو دوست دارم و باهاش پلی میدم. بچه یه چیزی میخواستم در رابطه با اسنایپ بهتون یاد بدم. زمانی که شما اسکوپتون رو باز میکنین و میخوای انمی رو بزنین، یه جا وای میسین. من دیدم اکثر پلیرها برای اینکه ایمشون دقیق باشه، مثلا یه نفر رو خطش رو میگیرن، پیداش میکنن، میخوان بزننش، همونجا وای میسن و وایسادن خطگیر، کسی که خط میخواد بگیره یا مثلا میخواد راش بده و وای میسه یه جا، اون میمیره. باید موومنت داشته باشید بچه ها. موومنت چی؟ یه اسلاید بزنید یا حداقل اسلاید هم نمیزنید، یه جا وای میسید میخواد انمی بزنید، سریع یه ذره را برید، یکم چپ و راست کنید، جویستیک در واقع گیمتون رو کوچیک کنین که بتونین فست‌تر را برید. نیا کنین، منو سر اینجا دو تا اسلاید پشت سر هم زدم که الان تونستم اینو بزنم. دیگه الان از بک منو زد. یه جایی آره باید خط بگیرید، یه جایی نباید خط بگیرید. من نمیدونم چرا یه سری از خط گرفتن بیزارن، میگن طرف خط گیره. من نمیدونم اینو چه جوری زدم. بچه واقعا نمیدونم اینو چه جوری زدم. این چه جوری مرد الان انقدر هیپ وایرم دهی خوردش. داشتم میگفتم بچه خط گرفتن اصلا سر تایم خودش مشکلی نداره. الان من اینجا چرا خط میگیرم؟ اینجا چون نمیتونم برم راش علکی بدم. قبلا اگه یادتون باشه من خب هایلایت میذاشتم، میخواستم نشون بدم آقا میشه راش بدی، خیلی راحت برو تو بیس انمی رو بزن. ولی من دارم بهتون اصولیات میدم آقا. یعنی چی اول کار بیای راش بدی بمیری؟ من آروم آروم ساید ساید میرم جلو. الان این طرف مپو گرفتم، اومدم این گوشه رو تسخیر کردم، دارم دونه دونه میندازمشون. ببین الان اونا میدونن من اینجام، سری باید ریلود کنم برم جامو عوض کنم. ببین الان اسپان رفت اون طرف توی هارد پوینت، پس با خیال راحت شاکارتی رو میزنم میرم جلو. یو ای وی هم که داره برام هی نشون میده انمی ها کجا. ببین الان شاکارتی میگیردشون، یارم هم میزننش. خیلی راحت بود بچه ها. من توی هارد پوینت و دامینیشن تخصصم، یعنی سرچ که خیلی خوبه ولی بچه ها من توی هارد پوینت و دامینیشن خیلی تخصص دارم. چرا اینو دارم میگم؟ چون خیلی بازی کردم. شاید توی این دو سالی که من کال آف پلی دادم، تقریبا یک سال و نیمش اگه بخوام واقعا بگم، فقط چیز پلی دادم، دامینشن هارد پوینت. باور کنید چرا؟ چون دوست دارم آقا وقتی میمیرم دوست دارم زنده شم. دابل کیلو نگاه کن چپیدن تو هم دیگه، این اشتباس. یک نفر بچه ها باید توی هارد پوینت باشه، نه دو نفر، یه نفر کافیه. و یه چیزی دیدید که مثلا اسپان ترپ میخواید بکنین، اولش میخواد انمی بیاد بیرون، توی لوداتش گیر میکنه، اسپان میخواد بشه، اونجا نایف میتونه دستش بگیره، که قطعا نایف میگیره برای اینکه زودتر بیاد. اینم سگه همش ما رو میخوره. برای اینکه بخواد سریعتر بیاد نایف میگیره و شما خیلی راحت مثل من الان نگاه کن اینجوری میگیرم میرم تو دلشون. اونا تازه اسپان شدن، ببین خیلی راحت، یعنی 5 نفرشون انداختم الان تو بیسشونم، تموم شد بازی. چرا بردیم الان؟ چون من اومده بودم جلو پوش کردم. آقا پوش که میکنه یه نمیتونه بیاد کپچر کنه، مجبوره با تو درگیر شه فایت بده. وقتی هم که فایت میده درگیر میشه، امتیاز داری میگیری پسر خوب، امتیاز میگیری. امتیاز گرفتن برای تیمه نه برای خودت. اگر میخوای تیمت ببره سعی کن امتیاز به بچه ها کمک کنی بگیرن. ببین من الان اینجا یه نفر درگیرم، این یه نفر الان اسپان میشه میره همون جایی که هارد پوینته، من باید سری برم. ببین اسنایپو در آوردم، سری یه جامپ زدم نخورد،
دومی زدمش، سومی زدمش، خیلی برجه اورجه کرد دنسه بشه قرار راه میرفت. الان من اومدم تو اینجا در آوردم اینو رفتم تو دلشون. ببین اینجا دیگه گیر کردم، یه لحظه جویستیکم گیر کرد بچه، جویستیکم رو باید کوچیک کنم. جویستیکتون رو کوچیک کنید زمانی که میخواد راه برید، به اون میگن جویستیک. ببین الان شاکارسی منتظرم بره، خب میترسم، چرا میستادم الان؟ چون میترسیدم شاکارسیم نگیرتش یا بگیرتش زود بیاد بیرون یکی از بک بزنتم، برای همین میس خورد. عیبی نداره بچه، اصلا دلتون بد راه ندید. این سگا فقط لامصب و بد کوفتیان، نگاه کن سگا فقط صاف میان رو من. اینو نگاه کن چجوری زدم، اسپان شده بود بچه ها اونجا، یاد بگیرید اسپان شده بود، بازی انداختتش اونجا با این که مرده بود. میندازه نزدیکترین جای به اسپان، نزدیکترین جای به هارد پوینت، ببخشید یا دامینیشن، بیشتر هارد پوینت. پس باید بدونید بچه، ببین شاکارتی رو ول کردم، انتخاب مسیری که شاکارتی داشت به من کمک کرد، وگرنه من میمردم. اینا نکات خیلی بچه مهمیه، خیلی ریز و حیاتی، اینا رو هر کسی بهتون نمیاد بگه. همه میگه خب اینا رو که همه میدونن، نه نمیدونن. اینا نکات خیلی مهمیه بچه. شما اگه توی تورنمنت برید، توی مسابقات برید، اینا رو دقیقا میبینید. یه دونه پوینت هم یه دونه پوینته. یه جایی بود بچه، من توی سیزن یک، سیزن دو بود، چند بود، خیلی وقت پیش، وقتی یه پوینت عقب بودی میباختی هارد پوینت رو، 150-149 میباختیم. و اگه پلیر پلیر باشه میمیرید، نمیتونید کاری کنید دیگه. حالا نارو دارم بهتون میگم که بچه شوخی نگیرید، پوینت اصلا کلینشیت کن، پوینت رو بگیر، نظر اصلا نفس بکشه. ببین ما الان دوباره بردیم، من چند بار بردم. این لوداتو اتچمنت هم خواهشن بچینید، ویدیو رو لایک کنید، تا اینا دارید میبینید لایک رو بزنید همین الان، اسکرین شات رو بگیر از این اتچمنت، یه دونه کامنت هم برام بذار، چنل هم ساب کن، 10K داریم میشیم بابا، کمک کنید دیگه. این ویو نباید 1000 تا ویو باشه، این باید حداقل 10K باشه، ولی من راضیم چون همون 1000 نفری که دارن میبینن، 2000 نفری که میبینن با عشق میبینن، برای من همین کافی و ارزش داره. پس اونایی که دارید میبینید و تازه با چنل من آشنا شدید، بدونید لایک کنید ویدیو رو، بارها تاکید کرد اینو نکن چقدر کمپ. آره خلاصه لایک کنید، من دیگه اصرار نمیکنم، فقط خواستم بهتون بگم حمایت شما از من انرژی به من، واقعا خیلی برام مهمه. دمتون گرم بچه، این نکات رو حتما رعایت کنید، نکات ریز بود، به دردتون میخوره. موومنت هم موومنت خیلی عجیب غریبی نیست، یه اسلاید سریع چنج میکنید گانو انمی رو میزنید دیگه. بارها من این آموزش دادم ولی نکات ریز رو نگفته بودم. امیدوارم که این ویدیو رو به دردتون بخوره و ببینید و لذت ببرید و حمایت هم یادتون نره. بوس تا ویدیوی بعدی که چند وقت دیگه براتون دوباره میذارم، ما یه روز دربیون ویدیو داریم، خدا یار و نگهدار. آخر کلی که میخوام بزنم، آخر کارو ببین، فقط لذت ببر. فعلا بوس بوس، خدا نگهدار. Sniper!